کرم ضد آفتاب رو از کی برای بچه ها استفاده بکنیم و اینکه چه نوع ضد آفتابی برای بچه ها استفاده بکنیم؟ آیا تو زمستون هم نیازه که ضد آفتاب بزنن بچه ها یا نه؟ میخوام راجع به این موضوع توی این ویدیو صحبت بکنم. برای بچه ها شما میتونین از 6 ماهگی ضد آفتاب رو استفاده بکنین. برای زیر 6 ماه توصیه نمیشه و اگر کودک زیر 6 ماه دارین و میدونین که مثلا قراره در مجاورت آفتاب قرار بگیره، حتما از کلاه یا پوشش به میزان کافی براش استفاده بکنین، یا اینکه تا حد امکان سعی بکنین در معرض آفتاب به طور مستقیم قرار نگیرن. و همچنین برای بچه هایی هم که بالای 6 ماه هستن تا مثلا 2 سال میتونین ضد آفتاب استفاده بکنین، اما باز بهتره که همیشه ضد آفتاب نزنین و اگر میتونین از کلاه و پوشش استفاده بکنین که در واقع شاید اینکه همیشه هم بخواین ضد آفتاب براشون استفاده بکنین خیلی مناسب نباشه، چون ممکنه بعضی از بچه ها پوستشون حساس تر باشه و به خاطر مثلا اون ضد آفتابی که دائم بخواین استفاده بکنی یک مقدار بصورات پوستی روی پوستشون دیده بشه. پس ضد آفتاب برای بالای 6 ماه مشکلی نداره، ولی همیشه هم استفاده نکنی، کلاه و پوشش رو داشته باشه و اینکه مستقیم جلوی آفتاب قرار نگیرن بچه ها. یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب ما میخوایم بچه ها ویتامین دی رو از طریق نور آفتاب تامین بکنن، حالا پس چیکار کنیم با این شرایط؟ ببینین کلن ویتامین دی اگر قرار باشه از طریق آفتاب تامین بشه، باید اونقدی در مجاورت آفتاب قرار بگیره فرد که در واقع این میتونه خطر آفتاب سوختگی رو ایجاد بکنه. پس بهترین روشی که میتونیم در واقع ویتامین دی رو تامین بکنین از طریق همون مکمل ها و حالا قطره‌هایی هستش که توصیه میشه که در واقع استفاده بکنیم. حالا چرا ما باید اصلا کلن ضد آفتاب استفاده بکنیم؟ ضد آفتاب خطر آفتاب سوختگی و خطر سرطان پوست رو کاهش میده. بنابراین لازم هستش که وقتی در مجاورت نور خورشید قرار میگیریم حتما ضد آفتاب رو استفاده بکنیم، هم خودمون و هم بچه ها. برای پاک کردن ضد آفتاب هم از صورت بچه ها میتونید از شامپوی بچه با آب ولرم استفاده بکنید. حالا اون کرم ضد آفتابی که برای بچه های بالای 6 ماه میتونین استفاده بکنید بهتره که SPF-ش 15 به بالا باشه و اینکه حاوی زینک باشه که پوست بچه ها تحریک نشه و هر 2 ساعت هم حتما باید تجدید بشه. و بهترین زمانی هم که ضد آفتاب رو باید استفاده بکنی 1 ربع الی 20 دقیقه قبل از این که بخوایم بریم بیرون این ضد آفتاب رو در واقع استفاده میکنید و هر 2 ساعت هم همونطور که گفتم باید تجدید بشه و همه قسمت های بدن که در پوشش نیستش، یعنی مثلا با لباس پوشیده نمیشه، مثل پشت گردن، حتی نوک گوش ها و حتی پاها، دستا، همه رو در واقع باید ضد آفتاب بزنید. همچنین بهترین ضد آفتاب همونطور که گفتم حتما باید حاوی زینک باشه و اینکه SPF-ش حداقل بالای 15 باشه و بهتره که از ضد آفتابهایی که مواد مینرال دارن استفاده بشه و کمتر مواد شیمیایی داشته باشه، که من این نوع ضد آفتاب رو توصیه میکنم برای بچه ها تینک بیبی که میتونی برای بچه های بالای 6 ماه استفاده بکنی. حالا اگر نخواین از اینم استفاده بکنین، سعی بکنین ضد آفتابی رو باز انتخاب بکنین که طیف وسیع از اشعه ها رو پوشش بده، هم UVA و هم UVB، چون اشعه UVA بیشتر به قسمت های عمقی پوست نفوذ میکنه، UVB بیشتر خطر آفتاب سوختگی و چین و چروک رو بیشتر میکنه. پس در هر صورت این دوتا اشعه خطرناک هستن. ضد آفتابی برای بچه ها مناسبه که بتونه تمام این اشعه ها رو پوشش بده. همچنین اگر کودکتون مثلا خیس بشه یا عرقم بکنه لازمه که در واقع تجدیدش بکنه، حتی اگر 2 ساعت هم نشده باشه، یعنی به محض اینکه کودک عرق بکنه یا بدنش خیس بشه باید دوباره ضد آفتاب بزنید. همچنین در روزهای ابری یا زمستون هم لازمه که حتما از ضد آفتاب استفاده بکنید، چون این گرمای خورشید نیستش که در واقع باعث آفتاب سوختگی میشه، در واقع این اشعه فرابنفش خورشید هستش، UV، که در واقع این روزهای ابری هم هست و زمستون هم هست. پس لازمه که حتما در همه فصلها از ضد آفتاب استفاده بکنید.
امیدوارم این ویدیو براتون مفید و آموزنده بوده باشه و جواب این سوال ها رو گرفته باشین. اگر از ویدیو من استفاده کردین حتما ویدیو رو لایک بکنین. وقتی لایک بکنین کمک میکنین که ویدیو من بیشتر دیده بشه و به من انرژی بیشتر میدین که بتونم ویدیوهای مفیدتری رو براتون بسازم. اگر با سوالی تو این زمینه دارین میتونین تو قسمت کامنت ها از من بپرسین. منتظر ویدیو بعدی من باشین. خدا نگهدار.